سلام های بسیار گرم به شما بینندگان عزیز. من کیوان جاوید هستم و شما بیننده برنامه گفتگو در تلویزیون کانال جدید هستید. اخیراً افشا شده که 4 جریان ناسیونالیست در کردستان ایران با جمهوری اسلامی نشست داشتند و مدت 1.5 سال این ماجرا ادامه داشت و 2 تا حزب دموکرات، حزب دموکرات کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، 2 تا هم از سازمان زحمتکشان وابسته به عبدالله مهتدی و عمر ایلخانی زاده. در همین رابطه کومله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران هم اظهار نظر کرده. این سازمان کردستان حزب کمونیست ایران کومله از این ماجرا با خبر بوده. در نشستی که در اسلو در پایتخت نروژ شده، اون سازمان نهادی که رابط یا واسط این ماجرا بوده با کومله هم صحبت کرده و کومله با اونا مذاکره داشته ولی قبول نکرده با جمهوری اسلامی مذاکره بکنه. در رابطه با همین ماجرا چه اتفاقی افتاد و مواضع حزب کمونیست کارگری چیه؟ حزب کمونیست کارگری چه میگه در رابطه با این موضوع؟ با حمید تقوایی لیدر حزب کمونیست کارگری گفتگو میکنیم. خوش اومدید حمید تقوایی به برنامه گفتگوی ما. خیلی تشکر میکنم. همین تقوای ماجرای این مذاکره با جمهوری اسلامی توسط اون 4 تا جریان ناسیونالیست که گفتم اصلا چیه؟ چه ایرادی داره؟ اینا رفتن نشستن، رفتن قرار بود در رابطه با مسئله کردستان به توافقاتی برسن. ماجرا چیه؟ بفرمایید. خب این یک شیوه سنتی و همیشه یه احزاب ناسیونالیست کرد بوده که با دولت‌ها مذاکره کنن، امتیازاتی بگیرن، امتیازاتی بدن، سازشی بکنن، برای که امرشون رو اساسا از این طریق به پیش میبرن، تقریبا مستقل از اینکه جامعه در چه حالتیه، مردم دارن چی میگن، اون حکومتی که باش مذاکره میکنن تا چه حد تحت فشار مردمه، تا چه حد به اصطلاح تیغ به روی مردم کشیده، جامعه چه فکری میکنه، اینها تو محاسبات اینا زیاد کاری نداره. بس در سطح دیپلماسی و در سطح بندوبست و سازش و توافقات از بالا برای اونا اهمیت داره و استراتژی اینها این هست. خودشون همیشه اینطور میگن که ما در شکاف‌های منطقه‌ای بر راهی به جلو باز کنیم و منظورشون از شکاف‌های منطقه‌ای شکاف بین دولت‌ها، چون احزاب ناسیونالیست کرد بالاخره در 4 پارچه تقسیم شدن، هر کی به دولت طرف دیگه یه جوری دخیل می‌بنده تا بتونه امرشو پیش ببره. اینجا خب احزاب ناسیونالیست کرد در خود ایران باز دوباره دارن باب مذاکره رو با جمهوری اسلامی باز میکنن، میگم دوباره، برای اینکه چند بار این کارو کردن، منتها این بار فرقش این هست که جامعه واقعا در تب و تاب به زیر کشیدن جمهوری اسلامی هست، به خصوص در شهرهای کردستان و همچنین در شهرهای دیگه ایران. ما الان بیش از 2 ساله که شاهد سربلند کردن اعتراضات توده‌ای سراسری در جنبش کارگری، زنان، جوانان، بازنشستگان، معلمان، علیه تخریب محیط زیست و عرصه‌های مختلفی هستیم. بی سابقه در حتی تاریخ جمهوری اسلامی این درجه از حرکت‌های اعتراضی و سربلند کردن مردمی که واقعا شعار دادن دیگه جمهوری اسلامی باید بره، هر دو جناحش باید برن، صریح اینو اعلام کردن. و حتی در دل این تنش جنگی در همین حدود 1 ماه پیش در چندین شهر به میدون اومدن با مرگ بر جمهوری اسلامی و جامعه کردستان به خصوص بسیار به اصطلاح معترض و همیشه نقطه مقابل سیاست ها و حرکت ها و اعتراضات به اصطلاح عملکرد های جمهوری اسلامی و نیروهایی که با اون سازش کردن عمل کرده جامعه کردستان. در دل چنین شرایطی دیگه پای میز مذاکره نشستن با جمهوری اسلامی نهایت به اصطلاح راست روی، نهایت سازشکاری و نهایت کوشش راستش مستقیم یا غیر مستقیم، آگاهانه یا غیر آگاهانه هست برای تثبیت حکومتی که تحت چنین فشاری قرار گرفته. خب من میگم احزاب ناسیونالیست کرد دارن به سنت همیشگی خودشون عمل میکنن، با این فرق که در این شرایط این حرکت بسیار عقب مانده تر، ارتجاعی تر و کاملا خاک پاشیدن در چشم مردمی هست که بلند شدن برای اینکه این حکومت رو به زیر بکشن. خب یه مسئله افشا شدن این مسئله چه جایگاهی داره؟ بالاخره اینا بعد از 1.5 سال این مسئله درس پیدا کرده بدون اینکه مردم و جامعه بدونن. خب تو این زمینه این هم رویه همیشگی این گروه هاست، مذاکرات پنهانی بدون از چشم مردم
دیگه در واقع مذاکره نیست، سازش، ساخت و پاخت، بند و بسته. چون مذاکره به معنی بسیاری نشست سیاسی دیپلماتیک، بالاخره همه خبر دارن ازش. اگر قبلش هم نگن بعدش میان اطلاعیه مطبوعاتی میدن، احزاب اعلام میکنن که چنین مذاکره‌ای بوده، اینا بحث شده، این توافقات شده، این توافقات نشده. ولی این سنت رو ندارن. احزاب ناسیونالیست کرد، همونطور که گفتم، مردم آخرین فاکتوریه که در محاسبات اینا به حساب میاد. به این اعتبار کار خودشون داشتن میکردن تا بالاخره افشا شده. بعد از تقریبا چندین روز، یک هفته سکوت، بالاخره گفتن که بله، چنین مذاکره‌ای صورت گرفته، در حالی که مدت هاست مشغول چنین کاری هستن. خب، این هم میخوام بگم جزئی از سنت ناسیونالیسم کرد هست. بله، بذارید اینطوری ببینیم. خود جمهوری اسلامی، شما این همه دلیل آوردید، تو موقعیت بسیار شکننده و وضعیت بسیار بدی قرار گرفته، توسط جامعه مورد فشاره. خب همین دلیل نمیشه که الان در همین شرایط بشه با جمهوری اسلامی مذاکره کرد، وقتی در حالت ضعفه، وقتی دشمن در حالت ضعفه، نمیشه باهاش مذاکره کرد و امکانات و خواستهای بیشتری رو بهش تعمیل کرد. بفرمایید. ببینید، ضعف دشمن یه فاکتور، یک فاکتور هم قدرت شماست. شما باید چنان نیروی در روی خیابان به اصطلاح در بطن جامعه داشته باشید که بتونید شرایطتون رو تحمیل کنید، بتونید واقعا در مذاکره اون اهدافی که دارید رو بهش برسید. ببینید، مذاکره علل اصول کسی مخالفش نیست، با هر کسی میشه مذاکره کرد. بس بر سر اصول نیست اینجا، ولی بس بر سر یک تصمیم سیاسی مشخص در یک شرایط، در یک شرایط مشخصی. در این شرایطی که امروز ما داریم میبینیم، جمهوری اسلامی از هر طرف تحت فشاره، و این تحت فشار بودن به این معناست که مردم به هیچ نقطه سازشی، هیچ نقطه توافقی به حکومت ندارن. و اون احزاب رادیکالی که واقعا خواست توده مردم، آمال توده مردم رو نمایندگی میکنن، اونها هم نمیتونن هیچ نقطه سازشی داشته باشن. اگر کسی قراره بره با جمهوری اسلامی مذاکره کنه، و تو مذاکرهش بگه شما همه استعفا بدید، برید به کارتون، اون دولت مذاکره کننده بعد بگه جامعه بلند شده در کردستان و در همه ایران، حالا بگیم احزاب ناسیونالیست کرد از جانب مردم کردستان میخوان صحبت کنن، اون که خیلی بیشتر از جای دیگه، یعنی سابقه مبارزه مردم کردستان، خب میدونیم گسترده تر و خیلی جامعه تر از بقیه ایران هست. ولی حتی اگر این هم نبود، تو این شرایط سیاسی که جمهوری اسلامی کاملا به حضیض ضعف افتاده، یک نیرویی که بره مذاکره کنه باید بگید که شما برید مثلا فرض کنید کردستان رو ترک کنید، اگر میخواد خیلی از جانب کردستان صحبت کنه، بگه تمام مقامات حکومتی در کردستان باید استعفا بدن. خب هدف جمهوری که مثلا فرض کنید، ببخشید اینم بگم، در شرایطی فرض کنید شوراهای شکل گرفته که در سال 57 اینطور بود، مردم جلو اومدن، بنکای زحمتکشان درست کرده بودن و غیره، این معنی داشت که شهر بدید دست ما، برید پی کارتون. میخوام بگم حتی کسی میخواد مذاکره کنه بعد اینو بگه، چون حکومتی که آفتاب عمرش لب بامه، دیگه هر نوع سازشی باهاش بالاخره به نفع اون حکومت تمام میشه، چون بالاخره فکر میکنه بخشی از نیروهای مخالف خودم رو فعلا ساکت کردم، حاشیه‌ای کردم، کنار زدم، برم بقیه رو بکوبم. این نتیجه رو میگیره ازش. بله، میخوام بگم در این شرایط فعلی هدف جمهوری اسلامی چیه؟ میخواد امتیاز بده به گروه های احزاب ناسیونالیست کرد که واقعا میشه به هدف جمهوری اسلامی رو برامون توضیح بدید؟ بفرمایید. به نظر هدف جمهوری اسلامی هیچ امتیازی به کسی نخواهد داد، این روشنه. فکر کنم همین احزابی هم که باشون مذاکره میکنن اینو میدونن. ممکنه به اون حزب معین یک تسهیلاتی بهش بده و غیره، ولی هیچ نوع امتیازی که به کوچکترین نفعی به حال مردم داشته باشه در جهت باز شدن فضای سیاسی، مثلا کاهش فشارها به مردم، خلاصی از این وضعیت فقر و فلاکتی که جامعه بهش دچار شده در رابطه با حقوق زنان، حتی تخفیف سایه سیاه اسلام بر زندگی مردم، در این جهت جمهوری اسلامی یک میلیمتر هم کوتاه نخواهد اومد. و این هدفش چی هست؟ هدفش این هست که بخواد، همونطور که گفتم، بخشی از نیروهای اپوزیسیون رو تبدیل کنه به یک نوع اپوزیسیون دو خردادی، که اینها با رژیم دعوای ماهوی ندارن، دارن مذاکره میکنن، شرایطی دارن، حالا سر میز نشستیم داریم بحث میکنیم. و به خصوص این احزاب تا اونجایی که پایگاهی در جامعه دارن، با
اون پایگاهشون بگه که خب شما هم ساکت برید خونه بشینید، منتظر باشید ببینید این مذاکرات به کجا خواهد کشید. این هدف جمهوری اسلامی یک مانوریه، یک تاکتیکیه برای اینکه به این ترتیب احزاب اپوزیسیون رو از سرنگونی طلبی به اصطلاح بیرون بیاره و تبدیلش کنه به یک احزابی که یک مثل دو خرداد یک خواسته و مطالباتی دارن، حالا هم دارن با رژیم مذاکره میکنن. به این معنی میخوام بگم نفس مذاکره مستقل از اینکه چی از توش بیرون میاد، به این معنی به نفع حکومت عمل میکنه. بله، چیزی که میخوام در بخش دوم همین برنامه بپرسم در رابطه با کاماله، سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و شخص ابراهیم علیزاده مواضعی رو تو این روزها بیان کرده، اینکه ما با از نظر اصولی با نفس مذاکره مشکلی نداریم. خب واقعا این درست نیست. مگه سال 58 مگه خود کاماله و دیگر احزاب با جمهوری اسلامی ننشستن مذاکره کردند و صحبت کردند و اینا؟ آیا این ادامه همون راه و خط نیست که کاماله پیش گرفت؟ بله، علل اصول رو گفتم، اینجا بس سر اصول نیستیش که نمیگه علل اصول نمیشه با کسی مذاکره کنه، بس سر شرایط سیاسی و معین و یک اقدام معین. این مقایسه با سال 58 هم خیلی جالبه. الان جمهوری اسلامی در حکم حکومت شاه در اون دوره است، 40 سال زده و کوبیده و کشته و بس و با حکومت کرده و به جامعه خون پاشیده. اگر در اون دوره نیرویی بود که میرفت با حکومت شاه مذاکره میکرد، خب شما چی بهش میگفتید در سال مثلا 56، در نیمه اول سال 57، یا تو قبل از قیام وقتی هنوز حکومت شاه سر کار بود و خیزش انقلابی در جامعه ایران شروع شده بود، احزابی که میرفتن با حکومت شاه مذاکره میکردن کاملا داشتن مقابل مردم عمل میکردن. کاملاً اون موقع با جمهوری اسلامی مذاکره کرد، جمهوری اسلامی که تازه روی کار اومده بود، حکومت شاه ساقط شده بود و توهم زیادی تو جامعه وجود داشت. کردستان ولی از جمله به لطف فعالیت‌های کومله در اون زمان مسلحانه ایستاده بود در برابر قدرت مرکزی. جمهوری اسلامی رو به عنوان نماینده انقلاب قبول نکرده بود. در اون شرایط از موضع قدرت کومله رفت پای مذاکره و تازه میز مذاکره هم ترک کرد اومد بیرون. فقط این کارش نبود، کوچه مریوان رو سازمان داده بود، بنکه های سمرگشان در سردج رو سازمان داده بود، نیروی مسلح رو سازمان داده بود، نیروهای اسلامی شبیه رزگاری رو خلیص صدا کرده بود. این فعالیت ها بود که پشوانه مذاکره کومله بود، تازه نه با حکومت شاه، با یک نیرویی که به عنوان انقلاب اومده بود و میخواست مردم رو در هم بکوبه. الان در اون موقعیت نیست کومله، نه کومله نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی الان پوزیسیون 40 سال کوبیدو زده حکومت شاه و بسیار خیلی وحشیتر و جنایتکارتر از اون حکومت عمل کرده، اون موقعیت رو داره و کومله رفته باشه این حکومتی داره مذاکره میکنه. بله. اینا مثل این میمونه که در سال 56 یکی میرفت با حکومت شاه مذاکره میکرد. به نظرم این مقایسه درسته، نه این مقایسه ای کردن شما توصیف کردید. بله، خود ابراهیم علیزاده میگه که ما باید تلاش کنیم شرایط برای مذاکره آماده بشه. این شرایط چیه؟ چجوری باید آماده بشه؟ از طرف کی؟ بله، شرایطی رو گذاشته و ظاهرا اگر این شرایط رو جمهوری اسلامی بپذیره اون وقت شرایط برای مذاکره آماده میشه. من اون شرایطی که میبینید همه اهداف و خواستای انقلابی و مبارزه مردمی که دارن واسش مبارزه میکنن، از آزادی بی قید و شرط سیاسی، آزادی زندانیان، به رسمیت شناختن احزاب، جمع کردن نیروهای سرکوبگر از شهرها، از زندگی مردم، غیر و غیره. کاملاً میگه من این شرایط رو میذارم ولی این شرایط اگه جمهوری اسلامی بهش تن بده میرم باش مذاکره کنم. سری چی مذاکره میکنی؟ اگر به این شرایط تن بده میرید میگید چی؟ میرید میگید برو کنار، استعفا بده، چه چیزی ازش میخواد؟ خب میگم مذاکره بالاخره یه مضمونی داره، یک موضوعی داره. اولا جمهوری اسلامی این شرایط شرایطی است که شما هرچه بیشتر بر انقلاب و حرکت اعتراضی توده مردم متکی بشید بیشتر این شرایط رو تحمیل میکنید. این شرایط رو سر میز مذاکره نمیشه به کسی تحمیل کرد. این شرایط رو در خیابونها، در کارخونه ها، در شهرها با اعتصابات و مبارزات توده مردم به جمهوری اسلامی تحمیل میکنند. همونطور که حکومت شاه اواخر سلطنت حکومتش وقتی دیگه جیب داره ساخت میشه آزادی هایی رو به رسمیت شناخت، حقوق ها رو اضافه کرد، شرایط فضا بازتر شد،
در اثر مبارزات مردم، نه در اثر مذاکره هیچ نیروی با حکومت شاه. الان هم دقیقا مکانیزم به اصطلاح تحولات اجتماعی در شرایط بحران انقلابی مثل امروز این هست، و کومله و هر نیرویی اگر میخواد به عنوان نماینده مردم در جهت تقویت مردم از جمله تحقق این خواستا که خواستا بر حق مردم هست قدمی برداره، باید پرچم سرنگونی جمهوری اسلامی بلند کنه، همونطور که مردم بلند کردن. تمام بس اینجاست، مردم این خواستا رو مدت هاست براش مبارزه میکردن، به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره. به درست توده عظیم مردم متوجه شدن که بدون رفتن جمهوری اسلامی حتی نمیشه تو خیابون ها آواز خوند، حتی نمیشه شاد بود، چه برسه به اینکه حقوق ها از یک ششم یک هفتم خط فقر ارتقا پیدا کنه، فقر و فلاکت حل بشه، محیط زیست مسئلهش حل بشه، زنان آزاد و برابر باشن. مردم میدونن که تا جمهوری اسلامی نره این اتفاقات نمیفته، و به همین خاطر با شعار اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا اومدن بیرون، و با هم به همین خاطر در همین چند هفته قبل با شعار مرگ بر روحانی مرگ بر دیکتاتور در شهر اومدن بیرون. مردم به این نتیجه رسیدن. این حرکت هست که اون خواستا و اون مطالبات بر حق مردم میتونه به کرسی بشینه، و بعد این حرکت رو نمایندگی کرد. خب فرق نمیکنه بین سیاست کومله و سیاست این چهار تا حزب ناسیونالیستی. کومله با جمهوری اسلامی ننشسته، ولی با اون سازمانی که قبلتر هم نشستی رو با به اصطلاح نزدیک کردن اسرائیل و فلسطین سازمان داده بود، یه سازمان معتبریه توی این زمینه. خب کومله با اون نشسته و گفته که ما در حال حاضر شرایط آماده نیست با جمهوری اسلامی بشینیم پشت میز مذاکره. خب این دوتا سیاست فرق نمی کنه؟ آیا کومله و اون چهارتا جریان همه رو باید با یه چوب روند؟ به نظر در اساس و در از نظر استراتژیک که الان توضیح میدم فرق نمی کنه. بله خیلی خوب، خوبه، این بهتر از اینه که بره بالاخره با رژیم نرفته مذاکره کنه و شرایطی گذاشته. ولی یک حزب انقلابی اگر یک سازمان نروژی به سراغش میومد، جواب اون باید میبود که دوستان عزیز، پادرمیونی ممکن نیست، جمهوری اسلامی نماینده هیچ کس نیست، دولت نماینده مردم ایران نیست، قاتل و سرکوبگر مردم ایرانه و این حکومت باید بره. ما پیشنهاد میکنیم شما هم با این حکومت مذاکره نکنید، این حکومت رو ما پیشنهاد میکنیم بایکوت کنید، از نظر سیاسی بذاریدش کنار، از نظر سیاسی دیپلماتیک روابط رو باش قطع کنید، سفارتخانه‌هاش رو ببندید. ما این رو به شما پیشنهاد میکنیم، و همین میرفت علنی توضیح میداد، میگفت یک هیئت نروژی اومد سراغ من، میخواست پادرمیونی کنه با جمهوری اسلامی، مذاکره کنیم. این جواب ما بود. آیا این جواب بود که واقعا منعکس میکرد خواست و حرف دل توده مردم رو، یا این جوابی که الان ابراهیم علیزاده داره میده که بله ما گفتیم یک شرایطی باید برقرار بشه، از جمله اینکه ما به اینا اعتماد نداریم، قبلا تو مذاکرات با نیروهای که مذاکره کردن و اینا مثل قاسملو و شرفگردی و غیره رو ترور کردن، به اینا قابل اعتماد نیستن. از اون طرف هم تو اطلاعیش کومله میگه که اینها با این مذاکره میخوان تفرقه بندازن بین نیروها. اینها نیست، قضیه سر اینا خیلی خورده، اینا جواب مسئله نیست. سیاستی که باید یک حزب انقلابی دنبال کنه، سیاستی که ما دنبال میکنیم، اینی که نه تنها ما هیچ نوع مذاکره با جمهوری اسلامی نداریم، بلکه میخوایم دولت‌های دنیا هم اگه واقعا صادقن در دفاع از حقوق بشر و ادعایی که خودشون دارن، آزادی و دموکراسی و غیره، باید روابطشون رو با جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت قاتل مردم، به عنوان یک به جرم جنایت علیه بشریت قطع کنن و خانه محاکمش بشن. این خواست ماست. بله. و این جوابیه که باید به اون گروه نروژی داده میشه. بله. آیا این یک اشتباه محاسباتی کومله نیست؟ نمیشه باش صحبت کرد و برسه به اون سیاستی که شما یا حزب کمونیست کارگری انتظارش رو ازش؟ نه، باید بگم متاسفانه اینطور نیست. این یک اشتباه صرفا تاکتیکی یا ناشی از اشتباه محاسبات یا ندیدن اوضاع و غیره نیست. این یک حرکت استراتژیکه. من در چند وقت پیش وقتی کومله اون دیپلماسی، این هم افشا شد که با چندین سازمان گروه اسلامی ناسیونالیست و غیره یک کمیته دیپلماتیک به قول خودشون به راه انداختن و با اونها مشغول همین نوع پیشورد همین نوع سیاست ها بودن، اونجا هم من این رو این توضیح دادم.
این متأسفانه یک استراتژی در کن خودش ناسیونالیسته، بس برسایی نیست که کومله چرا اینجا یا اونجا میخواد مذاکره کنه یا مذاکرات رو دستور گذاشته یا شرایطی گذاشته یا نقدی رو احزاب ناسیونالیست کرد، نقد عمیقی نداره که اینم نداره، ولی بس به اینجا نیست. بس اینه که متاسفانه استراتژی که کومله دنبال میکنه استراتژی است که در واقع کردایتی جزءشه، کرد بودن، کردستان چهارپارچه و الگوهایی مثل سوریه و عراق در چشم اندازشه. این استراتژی رو دنبال میکنه. کومله به عنوان سازمان کردستان حزب کمونیست ایران، به عنوان یک سازمان کرد داره صحبت میکنه، میگه تفرقه میخواید بندازید در میان سازمانهای کرد و سازمانهای کرد و سازمانهای سردگونی خواه سراسری، در حال به عنوان یک سازمان کرد صحبت میکنه و به این عنوان چشمنداز و افقی که کومله داره همون چشمنداز و افقیه که پکاکا داره، که اون حزب وحدت ملی که در کردستان از این نیروها یه سازشکار درست شده داره، همون چشمندازیه که بارزانی طالبانی در عراق دنبال کردن و نیروهای ناسیونالیست کرد در سوریه دنبال کردن، اون مدل رو داره. این مدل اساسش چیه؟ اینکه مبارزه مردم در کردستان ایران سرنوشت دیگری دارد یا میتواند داشته باشد یا ما میخواهیم داشته باشد، مستقل از مردم تهران، مستقل از انقلابی که در ایران صورت میگیره و مستقل از جنبش سردگونی طلبی. فوقش جنبش سردگونی طلبی میتونه یه اهرم فشاری باشه برای اینکه در مورد کردستان با جمهوری اسلامی به توافقاتی برسیم، مدلی که سوریه پیش برد، یعنی نیروهای ناسیونالیست کرد با اسد دو فاکتو یا حتی رسمی به توافقی رسیدن که دست اسد رو باز بگذارن در کوبیدن مردم بقیه مناطق، به شرطی که در کردستان خود مختار بشن یا بالاخره قدرتی به هم بزنن، و همینطور هم شد. یا حکومت اقلیمی در کردستان عراق که مرکز یه ساز دیگه میزنه، اینا یه ساز دیگه میزنن، حکومت خودشون دادن. این افق کومله دنبال میکنه. بزن از نظر یعنی ناسیونالیسم در استراتژی کومله نهفته است، نه در اشتباه های تاکتیکیش یا اشتباه محاسبه. این استراتژی هست که اون رو کنار پژاک قرار میده، کنار تزها و ایدئولوژی توری های اوجلان قرار میده، کنار طالبانی قرار میده و کنار احزاب ناسیونالیست کرد در خود ایران. تمام اساس قضیه ایناست. این هم درست عکس حرکت مردمه. یعنی هیچ زمان در جامعه ایران کارگر کرد اینقدر نزدیک به کارگر در مناطق دیگه ایران نبوده و مبارزاتشون اینقدر در هم تنیده نشده بوده. آخرین نمونه برجسته از شرکت چهره‌های جنبش کارگری کردستان بود در اعتصاب فولاد اهواز، اگر به خاطر داشته باشید، و بسیاری از اطلاعیه‌های اول ماه مه ها و غیره و غیره که الان جاش نیست واردش بشیم، و همینطور بخشای دیگه مردم در کردستان. درد مردم کردستان جمهوری اسلامی است و دارن با اون مبارزه میکنن. زنان کردستان با زنان در سراسر ایران بسیار نزدیکترن، با زنان مثلا در کردستان ترکیه مسائلشون، خواستاشون، رژیمی که مقابلشون هست واحده و با اون دارن میجنگن. نیروهای ناسیونالیست کرد میخوان سرنوشتشون رو در چهار پارچه دنبال کنن، مرکز رو بذارن کنار، تزهای تئوریکشو اوجلان داده، تو دیرگاه اوجلان اصلا قدرت مرکزی مهم نیست، اصلا دولت مهم نیست، باید بریم از پایین دموکراسی درست کنیم و خودمختار بشیم و غیره. این خط از نظر سیاسی معنی جز سازش با دولت‌های مرکزی نداره، در ترکیه، در سوریه، در عراق و در ایران. الان کومله داره همین خط رو در ایران پیاده میکنه. به نظرم این یک استراتژیه. نمونه‌های قبلیشو دیدیم، از جمله همون نشست بسیار دیپلماتیک با اون سی و خورده سازمان اسلامی و ناسیونالیست کرد، و این نمونه دیگرش هست، اینکه ما میخوایم بریم با شرایطی با جمهوری اسلامی تو این شرایط مذاکره کنیم. اینها به نظر من حرکت‌های معینی در جهت استراتژی کردستانی یا استراتژی ناسیونالیستی منطقه‌ای کومله هست. خب سیاستی که الان تو جامعه باید علیه همین اقدام صورت بگیره، احزاب چپ کلن احزاب متفاوت و مردم، برای اینکه این جریانات، این چهار تا جریان ناسیونالیستی و از جمله کومله رو پشیمون کنن از این نوع بندوبست ها چه باید باشه؟ به نظر یک ضربه ای که این بازگیرهای کومله میزنه متاسفانه به موقعیت و چهره و مواضع کلن نیروهای کمونیست و چپ در کردستانه، چون کومله بالاخره یکی از نیروهای شناخته شده و با سابقه کمونیستی در کردستان حساب میشه، و این نوع حرکت ها
کاملا ضربه میزنه به موقعیت چپ و به موقعیت هر کسی که واقعا پرچم سرنگونی رو حتی در کردستان بلند میکنه و در این جهت داره مبارزه میکنه، این حرکت رو کند میکنه، این حرکت رو به اصطلاح مخدوش میکنه، این حرکت رو به عقب میرونه. این رو ما به عنوان حزب کمونیست کارگر ایران و هر نیروی کمونیست که واقعا خواستار سرنگون کردن جمهوری اسلامی به قدرت توده مردم هست، به قدرت انقلاب هست، نباید اجازه بده که این تبدیل بشه به بستر اصلی و گفتمان اصلی چپ در کردستان. مقابلین باید ایستاد. من فقط منظورم سازمان دیگه نیست، در خود صفوف کمله هم به نظر من باید کمله به خودش بیاد و باید این استراتژی رو کنار بگذاره. یک نیروی کمونیست در کردستان امروز باید برعکس بر همسرنوشتی هرچی بیشتر کارگر کرد و کارگر تهرانی و اصفهانی و تبریزی تاکید کنه، بر همسرنوشتی زنان کردستان با زنان بقیه ایران تاکید کنه، بر هم درد بودن و همراهی توده مردمی که از فقر، بیکاری، گرانی به فغان اومدن با توده مردم بقیه ایران تاکید کنه و بگه سرنوشت کردستان از سرنوشت ایران جدا نیست. ما مبارزه میکنیم برای اینکه برای حل همه مسائل از جمله ستم ملی، از جمله تبعیض ملی، جمهوری اسلامی رو باید به زیر بکشیم. ما نمیخوایم سرنوشتی مثل دولت اقلیمی عراق داشته باشیم یا بدتر از اون مثل سوریه یا مثل ترکیه. ما میخوایم جامعه‌ای داشته باشیم آزاد، برابر، مرفه، بدون هیچ نوع تبعیضی، تبعیض از تبعیض ملی و ستم ملی گرفته تا تبعیض طبقاتی و غیره. ما برای این میجنگیم و به این معنا دست کارگر کرد باید در دست کارگر غیر کرد گذاشته بشه و همه شهرهای ایران، سنندج و تبریز و بلوچستان و تهران و اصفهان و شیراز باید دست دست هم به پیش برن و استراتژی ما، استراتژی سرنگونی جمهوری اسلامی به قدرت همه مردم در ایران هست و اتفاقا این مدل هست، این مدل هست که میخوایم احزابی که بر ادعای آزادی دارن در کردستان های دیگه هم این مدل رو دنبال کنه. یعنی درست عکس حرکتی که داره کومله میره. کمونیست در کردستان امروز باید منتقد عمیق اوجلان و اپویز باشه، معتقد عمیق ناسیونالیسمی باشه که الگوهای چهارپارتی رو جلوی مردم میذاره، دنبال دولت اقلیمی خودش است، دنبال ساخت و پاخت با دولت مرکزی است که شاید یک قدرتی در منطقه بهش بدن. در مقابل این باید حرکت کنه. اگر این کارو بکنیم به نظر من این مدل الگویی میشه که حتی رهایی مردم در کردستان عراق و کردستان های دیگه هم به این گره میخوره. من فکر کنم این موقعیت رو باید کمونیست پیدا کنه و ما به عنوان حزب کمونیست کارگری این موضع رو داریم، این رو به پیش میبریم و فراخوان من به همه نیروهای انقلابی، رادیکال، کمونیستی که خواهان آزادی مردم در کردستان و همه ایران هست، این هست که به این خط بپیوندن و با این سیاست عمل کنند. همین تقوایی، ممنون که در برنامه ما شرکت کردیم. من هم تشکر میکنم. بینندگان عزیز، گفتگو داشتم با حمید تقوایی در رابطه با مذاکره 4 جریان ناسیونالیست کرد و مواضع کومله سازمان حزب کمونیست ایران. براتون بهترین ها رو آرزو دارم.